بخش روسی صدای امریکا گزارش ویژه ویدیوی را تحت عنوان پامیر زندگی در معاصره درباره وضع کنونی در ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر کرد. مؤلف گزارش سنجر حمیدوف خبرنگار صدای امریکا میگوید مقامات دوشنبه اینک موی چهارم است که این ولایت واقع در شرق تاجیکستان را تحت معاصره اطلاعاتی و حربی قرار دادند. او می نویسد زادگان بدخشان هر روز با طلب برقرار کردن اینترنت، برآوردن نیروها و به جوابگری کشاندن گناهکاران قتل ساکن این ولایت برای جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان اینک قریب 30 سال باز بر این فقیرترین کشور شوروی سابق رهبری میکند مراجعتنامه نشر میکنند. سبب تنش اخیر بین مقامات دوشنبه و ساکنان پامیر قتل گلبدین زیوبکوف شد که گمان میبرد بدون یگان تفتیش و مرافعه خود سرانه کشته شد. مردم با طلب به جوابگری کشاندن قدرتهایی که این ساکن جوان روشقله را کشتند به میدان ریختند و چهار روز اعتراض کردند. مقامات به ضد تظاهرگران از سلاح استفاده بردند و باز دو کس دیگر کشته شده، چند تن دیگر جراحات برداشتند. اورز وزیربکوف 45 ساله که هنوز 15 سال پیش شهروند روسیه شده است به صدای امریکا گفت بعد اعتراض آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در ماه نویبر مقامات امنیتی تاجیکستان کوشش دارند که او را ربوده به دوشنبه برند. برای استرداد من پای هم سه درخواست فرستادند و در همه آنها مرا در چشم مقامات روسیه همچون ایدئولوگی عالم جنایی پامیر میخواند به قلم دیند. میگوید این رهبر سازمان جمعیتی پامیری ها نگرانی وزیربکوف به اساس نیست. روز 11 ژانویه یکی از همصفان او در جمعیت پامیری های مسکو امردین الوواچوف 44 ساله به طور مرموز غیب زد و تنها در اول ماه فوریه مقامات تاجیکستان تصدیق کردند که او در دوشنبه در بازداشت قرار دارد. ولی ناظران مشاهده کردند که فرضیه های مقامات تاجیکستان درباره چگونه در دوشنبه پیدا شدن الوواچوف اعظم فرق میکند. وزیر داخله رمضان رحیم‌زاده گفت الوواچوف بعد بازگشت از روسیه در فرودگاه دوشنبه دستگیر کرده شد. اما دادستانی کل یوسف رحمان به ژورنالیستان گفت الوواچوف از سال 2018 در جستجو قرار داشت و او را مقامات روسیه دستگیر کرده به تاجیکستان سپردند. مؤلف گزارش صدای امریکا میگوید مقامات تاجیکستان در طول 10 ساله تلاش دارند تا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان را که به فرق از مناطق دیگر لیدرهای غیر رسمی خود را حفظ کردند به خود مطیع کنند. علیم شیرزمانوف عضو شورای سیاسی حزب مخالف سوسیال دموکرات که اولو در اروپا به سر میبرد به صدای امریکا گفت لیدرهای غیر رسمی در تاجیکستان همه وقت وجود داشتند، حتی در زمان شوروی. وقتی شوروی فرو پاشید این افراد نفوذ زیاد به دست آوردند و سلاح گرفته به دو سنگر تقسیم شدند. پامیری ها نگذاشتند که لیدرهای غیر رسمیشان را از بین برند. البته برخیش را زهر دادند، برخیش را کشتند، ولی آنهایی که زنده موندند تا حال هستند. یکی از چنین لیدرها محمد باقرف است که در سالهای 90 فرماندهی نیروهای مخالف بود و بعد امضای صلح به صف نیروهای حکومت پیوست و فرمانده یک واحد مرزبانی در سرحد خطای شد. حالا چند هفته باز مقامات در تلاش حبس اویند، ولی ساکنان خوروخ در اطراف خانه باقر نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده مانع انجام عملیات ویژه برای بازداشت این لیدر غیر رسمیشان شدند. این پلکوونیک مصطفی در مراجعتنامه‌اش شخصا به پرزیدنت امام‌علی رحمان از جمله گفت برای این دولت در وقتش خدمت زیاد کرد، به رتبه پلکوونیک و مقام فرمانده قسم حربی رسید، ولی بعد مصادره 736 کیلو بار بزرگ مواد مخدر او را سیاه کردند و از کار راندند و حالا باز از وی طلب دارند که خود را بسپارد. برای چی من باید خودم را بسپارم؟ من چی گناه کردم؟ گفت باقر در مراجعت نامش. سیوزن لیوی سانچز پروفسور علوم مسائل بین المللی در دانشگاه امریکا بر این است که حکومت رحمان هر گونه سیاستمدار و لیدرهایی که تحت کنترل حکومت قرار ندارد منبع تهدید می شمارد. حالا حکومت می خواهد اقتصاد بدخشان بخصوص تجارت غیر قانونی را زیر نظارت بگیرد و از این رو در این لیدرهای غیر رسمی و بیرون از نظام تهدید به منفعتهای خود می بیند. اینجا رقابت برای نظارت برای سوهای مختلف اقتصاد وجود دارد، گفت این خانم پروفسور به صدای امریکا. سیاستشناس تاجیک پرویز مولوجانوف وضع مشکل اقتصادی ولایت را یک منبع دیگر ناراضگی های اجتماعی در بدخشان می شمارد و می گوید سطح در تمام تاجیکستان بلندترین بیکاری جوانان را در بدخشان در یک حالت تنگ قرار داده است. اما ادوارد لیمون پروفسور دانشگاه تخصص بر این است که یک عامل تحریک دهنده حوادث
بدخشان میتواند نقشه انتقال قدرت از پرزیدنت کنونی تاجیکستان امومالی رامون به پسر کلونش رستم امومالی میتواند باشد. لیمون در صحبت به صدای امریکا گفت به نظر من رامون میخواد انگام به پسرش سپردن قدرت یک نوع کفالت ها از جمله نظارت کامل بر تمام کشور را داشته باشد. مشکل پامیر سالیان باز وجود دارد و حکومت تا حال نتوانست آن را حل کند. سالهای 2012، 2014 و 2018 ما علکه شاید بزرگ خشونت ها در آنجا شدیم و هر دفعه سبب اساسیش لیدرهای غیر رسمی بودند که نظر به حکومت بر ساکنان محلی نفوذ بیشتر دارند. سازمان ملل و سازمان های حامی حقوق از جمله هومن رایتس واچ از دوشنبه خواستند که حقوق و آزادی های ساکنان بدخشان را مراعات کنند، بلاک پست هایش را بردارد و محاصره اطلاعاتی منطقه را بس کرده دسترسی مردم پامیر را به اینترنت برقرار کنند. اما حکومت این توصیه ها را نادیده گرفته فشار و بالای ساکنان زیاد می کند و از جمله از آنها زبان خط گرفته استود است که در صورت گذرانیدن چاره‌بینی های برای بازداشت اعضای گروه های جنایتی و افراطی دست به اعتراض نمی زنند.